سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان میریم سراغ تحلیل آزمون طراحی معماری آذر 1402 ابتدا من یک ترینوکاتری نکاتی رو عرض میکنم و میگم بعدش چه عواملی باعث مردودی و چه عواملی شما رو به قبولی نزدیک میکنه گفته شده سفت تا پارکینگ ما داریم پس از اینجا متوجه میشیم که پارکینگمون پارکینگ کوچک هستش به اضافه تعدادی انباری به اضافه تأسیسات که تو همه آزمون ها می داری توی تو این آزمون ندادن ارتفاع تاسیسات رو من به دوستان گفته بودم که دو متر و چهل تا هست ولی چون ندادن ارتفاع پارکینگ ارتفاعی که برای پارکینگ در نظر میگیریم میتونیم دو بیستا در نظر بگیریم این اطلاعاتی که دادم برای قسمت پارکینگ بود از ما یک همکف طبقه اول و طبقه دوم رو هم میخواد طبقه همکف رو کدش رو به ما نداده وقتی که کدش رو نداده من به دوستانم عرض کردم وقتی کد رو نداده بالاترین کد در نظر بگیرید مثبت یک من به صورت مقطع اینجا ترسیم میکنم این اگه پارکینگمون باشه این همکف باشه این اول باشه این و این دوم باشه هرچه ما طبقه همکف رو ببریم بالاتر کارمون راحتتره این هم کده صرف صفرمونه هرچی این همکف برق به سمت بالاتر ما طول رمپ کمتری خواهیم داشت و با یک رمپ طول رمپ کمتر میرسیم به پارکینگ ارتفاع پارکینگمون هم گفتم چقدره دو بیستا میتونیم در نظر بگیریم من برای شروع ابتدا نیاز به کد کف پارکینگ دارم برای این منظور میام همکف رو ترسیم میکنم وقتش رو وقتی که همکف مثبت یک و بیست باشه خیلی شفاف و آسون و آزمون هم آزمون سختی نمیتونه باشه گفته که سقف زیرزمین رو چهل سان در نظر بگیرید پس تراز زیر صفت چقدره؟ 80 سانتیمه خب ما این که هم کف پارکینگمونه 2 بیست هم اینجا داریم 2 بیست دو از 80 کم کنیم میشه منفیه 1.40 پس تراز پارکینگمون منفیه 1.40 مواسبه خواهد شد اگر کد پارکینگتون بالاتر از یک و چهل بود یعنی منفی یک متر و سی و نه تا منفی یک متر و سی و پنج تا منفی یک متر و سی سانت و به بالا بود قطعا شما مردود خواهید شد چون کد پارکینگ رو نتونستید درست محاسبه کنید کد پارکینگ رو ما داریم کد تراز سرسف رو هم داریم خیابونمون بدون شیبه گفتم فرمول رنف میشه دلتا تقسیم بره درصد ما چه درصد جا برای اینجا باید در نظر بگیریم پارکینگمون پارکینگ کوچیکه پس 17 درصد ما باید حد اکثر در نظر بگیریم کد اختلاف ترازمون من سیه چهل یا همون یک چهله تقسیم برای 17 صدام میشه اینجا یه به اضافه 84 صدام هم, هم داره این 84 صد چی بود؟ چون یک متر ابتدا و انتهای رمف 10 درصد هستش یه عدد ثابت ما داشتیم جواب این میشه 9 متر و 7 سانت. دقت کنید طول رمپ هم یکی از موارد مهمه اگر شما طول رمپتون عدد کمتر از 9 متر هفتان داشته باشه شما جزو مردودین خواهد بود ممکنه این رمپ رو 15 درصد بگیرید 15 درصد بگیرید مشکلی نداره جوابتون یه عدد دیگه در میاد خب میریم سر زمینی که به ما داده سطح اشغالمون در واقع طول زمینمون طول سطح اشغالمون 21 و 35 صدامه و عرضمون هم 8 و 2 دهمه ابتدا اینجا میدونیم که اینجا خیابان طبقه صورت سوال و اینجا هم قسمت همسایه این قسمت هم قسمت همسایه هم و این قسمت هم قسمت حیاتمونه که مابقی زمین ها مشخصه از این طرف قطعا ما باید ورودی بدیم طول رمپمون چقدر در اومد؟ طول رمپمون در اومد 9 متر و 7 صدوم خب ما 21 و 35 صدوم رو میانیم از انتهای زمین میریم به اون سمت دیوار زیر زیرزمین 35 صدومه حالا یک مقدار بزرگ شد 35 صدوم ما دیوار داریم خب وقتی که رفع از اینجا میاد ماشین ها در این انتها جا, جا داده میشه دیگه و سه تا انباری داریم ما اول سه تا ماشین رو میذاریم این 5 متر برای ماشین ها و 5 متر هم فضای گردش 5 و 5 میشه 10 به اضافه 3500 میشه 10 و 3500 این فاصله 11 متر میمونه. 11 متر ما 9 متر و 7 سانتش برای رمپه. پس ما میتونیم این انتها 1 و 10 تا انباریمون رو قرار بدیم. همه موارد رو شیفت میکنیم رو به بالا. این قسمت قسمت انباریمون میشه. انباری یک انباری دو انباری سه. و سه تا پارکینگ اینجا میتونیم جا بدیم. همون پنج متر. اینجا هم فضای پ... گردشمون پنج متره. حالا محاسبه میکنیم دو تا پنج متر میشه 10 متر به اضافه یک و ده تا انباری به اضافه یه 35 سانتی متر زخامت دیوار که میشه 11 و 45 حالا 11 و 45 و, و از 21 و 35 کم میکنیم میمونه 9 متر و 90 سانت پس ما این 9 متر و 7 سانت به مشکل نمیخوریم یک رمف از اینجا میدیم و این سه تا پارکینگ رو اینجا قرار میدیم کسانی که اینجوری تر... این مدلی طراحی کردن به قبولی نزدیک ترن. و سه تا انبار یا الटरनेटیو دیگه هم داریم سه تا انبار هم اینجا میدیم اما دسترسی به حیات چطور دو تا الटरनेटیو داریم یا دسترسی به حیات رو از طبقه همکف میدیم یا دسترسی به حیات رو از طبقه پارکینگ میدیم جای سرویس پله کجاست جای سرویس پله خب قطعاً اینجا میشه دیگه این فضا فضایی با... باید برای سرویس پله در نظر بگیریم دقت کنین ما ورودی طبقه همکفمون اینجاست اینجا رو پس ما باید خاک پر بدیم میتونیم اینجا رو خاک پر ندیم میتونیم این قسمت جک پله و جک معلول و پلهمون رو قرار بدیم این قسمت فقط خاک پر باشه از این قسمت ما میتونیم برای انباری ها استفاده کنیم پس در نتیجه کسانی که از این فضایی که من قرمز کردم انباری در برده باشن سه تا اینها هم جزو مردودی نیستن و میتونن امیدوار باشن که قبول میشن ولی حتما باید خاک پر رو بدید یعنی اگه خاک پر اینجا نداده باشید یا یعنی که معلول رو اینجا داده باشید شما هم جزو مردودی ها خواهید بود متاسفانه یکی از دوستان اینجا پارکینگش رو طراحی کرده بود اگر اینجا پارکینگ رو طراحی کنین دیگه پارکینگمون میشه پارکینگ اتوبوسی یعنی باید طول پارکینگمون 6 متر باشه دوست عزیزی که اینجا به صورت اتوبوسی ماشینت رو پارک کردی که اینجا دسترسی به حیات بدی در اون صورت شما باید حتما اینجا رو انباری رو بدی این پشت اگر انباری رو انداختی اینجا و پارکینگ رو دو تا اینجا درآوردی من دوباره بنفش کنم اگر پارکینگت رو اینجا درآوردی انباری انداختی این پشت اینجا 6 متر راه داد طول رمپت کمتر از 9 متر و 7 سانت نشد شما هم میتونی امیدوار باشی به قبولی ولی اگر اینجا انباریو دادی به صورت دستی من الان بکشم اینجا دوتا پارکینگ پارکینگ یک و پارکینگ دو اینجا قطعا 5 متره اون یک و ده تایی که مونده بود برای انباری اینجا انباری یک و ده تا بود دیگه میدین به این ماشین پارکینگ اتوبوسی بشه به چه پارکینگی میگن دوستان اتوبوسی به پارکینگی میگن اتوبوسی که برای پارک نیاز هستش که ماشین پارکی دوبل انجام بده پس در نتیجه پارکینگ اتوبوسی باید طول 6 متر باشه ارزش هم 2.5 متر باشه ولی اگه پارکینگ اتوبوسی میخوای در بیاری دیگه اجازه نداری امباری تو بدین انتا. و باید بدی سمت سربی... اون انتهای سایت و سمت پشت سرویس پله دوستانی که اینطوری طراحی کردن و دسترسی دادن دیگه تو همکف مشکلی ندارن ولی دوستانی که تا پارکینگ رو دادن این انتهای دسترسی همکف باید همکف از سمت طبقه همکف بدن آیا دسترسی ندادیم مردودیم خیر اگه فقط مشکلتون دسترسی به حیاته دقت کنین دوستان اگر فقط مشکلتون اینه و مشکل دیگه ای نداشته باشید شما میتونید امیدوار باشین به قبولی ولی اگر به غیر دسترسی به حیات مشکلات دیگه هم داشته باشید ممکنه مردود بشید این آزمون آزمون ساده ای بود بستگی داره رقابتی آزمون برخلاف آزمون نظارت و اجرا آزمون طراحی رقابتی خواهد بود و خیلی بستگی داره که دوستان دیگه تون چیکار کردن آیا همه طرحها درست ارائه دادن یا خیلی طرحشون اشتباهه آقا پارکینگ کوچیک مگه نباید مگه اینطور نیستش که الزامی نیست دسترسی به حیات بله پارکینگ کوچیک از سمت پارکینگ الزامی نیست ولی یه دسترسی مشاع باید داشته باشیم نمیتونیم ما هم پارکینگ داشته باشیم هم همکف داشته باشیم هم اول و هم دوم و فقط طبقه همکف استفاده کنه از حیات نمیشه پس باید یه دسترسی مشاع داشته باشیم میریم سمت طبقه همکف خب طبقه همکف این قسمت رمپمونه. این قسمت سرگیری اگر رایت شده باشه درسته دوش رایت نشده باشه به تنهایی میتونه باعث مردودی بشه خب یک با یک جکه پله و آسان جک معلول و پله میایم بالا این فضا هم سرویس پله است این فضا واحدمون هستش میتونیم یک بخش از اینجا یه راهروی طولانی اجرا کنیم و دسترسی به حیات رو با این راهرو دیدیم به حیات دسترسی همه طبقات میره به حیات و اینجا میتونیم واحدمون رو در بیاریم دقت کنید توی صورت سوال گفته که آشپزخونه خونه اگر اینجا آشپز رو قرار دادید اجازه ندارد از پذیرایی نور بگیرد پس بنابر این دوستانی که نورگیر برای آشپزخونه خونه نداشتید شما طرحتون مردود خواهد بود مواردی که میگم مردودیه به احتمال 80-90 درصده ممکنه از چشم مصحح به لخری 18 هزار تا کاره و احتمال خطا هست ممکنه از چشم مصحح دور بمونه ولی این مواردی که میگم جز خط قرمز و خط قرمز ها میباشد و بنابراین احتمال مردودی زیاده دوستان عزیز یه نکته راجع به ستون گذاری بگم سقفمون عرش فولادیه یعنی تا ده دوازده متر رو هم جواب میده خب قاعدتا عرضمون 8 متر و 20 تا بیشتر نیست میتونیم اینجا ستون گذاریمون رو انجام بدیم ولی اینجا نیاز به ستونک داریم اگر اینجا ستونک نذاریم مهار نمیشه دوست عزیزی که اینجا ستونک نذاشتی شما احتمال زیاد مردود خواهید شد نگاه کنی یک خط یک خط یک و متری بکشید اینجا تو این محدوده باید ستونک داشت داشته باشی تا مهار بشه این قسمت اشکالی نداره این قسمت ستونک نمیخواد چرا چون مسقفمون اجرا شده و قسمتمون سرگیری نیست ولی این قسمت حتما شما باید ستونک بدارید وارد طبقه اول و دوم نمیشم اون دیگه بحث طراحی پلانه نکته ای که هستش توی تذکرات یک گفته رعایت مقررات ملی به ویژه بندهای یه سری بند گفته اونها باید رعایت بشه اگر رعایت نشه طرحتون احتمال زیاد مردود خواهد بود و گفته در این طرح آشپزخونه علاوه بر پخت و پس برای صرف غذا نیز استفاده می شود که توی مبحث چهار هم راجع به ابعاد و اندازه اون آشپزخونه ها توضیح داده موفق و پیروز باشید نکات اصلی رو من گفتم پارکینگ و همکف نکات اصلیه به اضافه طبقات که برای ابعاد آشپزخونه برای نورگیرها بر فرض آشپزخونه یک نورگیر جدا باید داشته باشه که اگر نورگیر نداشته باشه باعث مردودی میشه و همچنین ستون گذاری یکی از مواردی یعنی از مواردی هستش که میتونه در تایید طرحتون تاثیرگذار باشه موفق و پیروز باشید دوستان اگر این ویدیو مفید بود برای دوستانی که آزمون طراحی دادن ارسال کنید